با سلام، سارا هستم از پرشینوار جوایز فارسی در لندن. با یکی دیگه از مصاحبه‌های پرشینوار جوایز فارسی در خدمت مهمان عزیزی هستیم، خانم رومینا هوشمند. خیلی خیلی ممنون که تشریف آوردید رومینا جان، خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنون از شما سارا جان. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی هنردوستان و هنرمندان تماشاگر این برنامه. امیدوارم که زمان خوبی رو در کنار هم دیگه سپری کنیم. خیلی خوشحالم از اینکه در حضورتون هستم. خواهش میکنم، ما خیلی خوشحالیم. ممنون که وقت عزیزتون رو در اختیار ما گذاشتین. رومینا جان، بیایم شروع کنیم از ابتدای زمانی که شروع کردید به رقصیدن. چه زمانی احساس کردید که میتونید وارد این عرصه بشید و چه کسی شما رو این استعداد شما رو کشف کرد و شما رو وارد این عرصه کرد؟ من از 7 سالگیم رقص رو شروع کردم و خب در اون سن پدر و مادر کسانی هستن که مشوق آدم هستن و استعدادهایی رو یا حالا علایق آدم رو شناسایی میکنن و کودک رو به سمت اون رشته‌ای که میخواد درش آموزش ببینه هدایت میکنن و خیلی خوشحالم از این که پدر و مادر منو به سمت رقص سوق دادن و اینقدر حامیم بودن همیشه، به خصوص مادرم که با وسواس خیلی زیاد و دقیقی بین تمام مربی‌ها و استادهایی که در شهر تهران بودن، به خصوص اون موقع حدود 20 سال پیش میشه که همه جا خیلی مخفیانه کلاس‌های رقص رو داشتن، اونقدر مثل الان که هر جا مثلا توی باشگاه‌ها هستش یا مشخص تره توی اینستاگرام آدم میتونه پیدا کنه، خب 20 سال پیش اینطوری نبود و خیلی سخت تر بود پیدا کردن اساتید و خیلی خوشحالم از این که این خوششانسی و خوشبختی رو داشتم که میتونم بگم بهترین کسی که میتونستن استادم باشن رو مامانم انتخاب کردن و زیر نظر ایشون من آموزش دیدم و رشد کردم و با این عشق سفری کردم عمرم. بسیار عالی. بله، استاد هایده کشیپور یکی از اساتید بزرگ رقص باله هستن که برای برنامه ما سخنرانی داشتن و ما این سعادت رو داشتیم که سخنرانی ایشون رو گوش بدیم و افتخار بزرگی بود برای خود من. امیدوارم هر جا که هستن سلامت باشن و براشون آرزوی سلامتی و آسایش دارم. همیشه هر جا هستیم همیشه دعا به جون خانم کیشیپور میکنیم و همچنین هدیه جون عزیز. بله، همچنین دختر عزیزشون، دختر نازنینشون. بله، دختر نازنینشون. خب حالا بریم سراغ کارهایی که الان شما زمینه فعالیتی که الان در گوتنبرگ دارید انجام میدید در ارتباط با رقص چه فعالیتایی هستش؟ در حال حاضر من در مدرسه رقص‌های بین‌الملل سوئد دارم فعالیت می‌کنم که متشکل از تمام رقص‌های محلی گوشه گوشه این جهان خاکی هستش و از هر جای این دنیا یک کلاس و یک سبک فولکلوری رو اینجا توی این مدرسه دارن آموزش میدن که خب من هم بخش ایرانی این مجموعه رو به عهده دارم که رقص‌های فولکلوری که ایران هستش، از رقص ایرانی، رقص سنتی گرفته تا قاسم آبادی، بندری، کردی و آذری.